باب اسفنجی کارمند سخت کوشی که به اندازه کافی درآمد داره تا بتونه با شغلی که از اون لذت میبره زندگی خودش رو کنه و برخلاف تمام اون شخصیت های تیم دیزنی دو والدین دوست داشتنی داره سب کن اونا پدر و مادر اونن آره اینا پدر و مادرشن نه اون پسر اون دوتا کلوچه نیستش توی ویدیو امروز بهتون ثابت میکنم که اون پسر اون دوتا نیستش سلام رفقا من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید ویدیو رو لایک کنید و برای از دست ندادن ویدیوهای جدید حتما زنگوله رو بزنید حالا بریم سراغ ویدیو برخلاف باب اسفنجی، زرد و روشن و مستطیلی، هارول و مارگارت شهور مکعبی ظاهرشون رو بر اساس اسفنج دریایی واقعی ترایی کردن. با توجه به اینکه خالق سریال استفان هیلنبرگ یه زیستشناس دریاییه این یه نشونه جالب از علم زندگی واقعی موجودات زیر دریاست اما اینکه باب اسفنجی خیلی متفاوت از والدینش به نظر میرسه این دنیا رو با مشکلات واقعی مواجه میکنه به طور خاص میتونیم مطمئن باشیم که والدین با در واقع والدین اون هستن یا نه به عبارت دیگه سوالی که امروز به اون پاسخ میدیم آیا واقعا با به فرزندی پذیرفته شد در قسمت حقیقت یا مربع به وضوح با رو در شکم مارگارت شروا مکبی میبینیم که همبرگر خرچنگی میخوره اگه اون قسمت رو تماشا کنید واضحه که این صحنه فلاشبک چیزیه که در داخل سر بابسفنجی اتفاق میفته این ایده که باب خاطرات واقعی به قبل از تولدش برمیگرده به همون اندازه موزهکه که اون در شکم مادرش کربی پتی میخوره که حتی بیشتر از اینکه اون در شکم مادرش باشه موسکه عمدتا به این دلیل که اسفنجا رحم ندارن داروهای اسفنجی بعد از چسبیدن به سطح زیراب مثل سنگ در خارج و جدا از مادرشون رشد میکنن پس این اصلا فلاش نیستش این تخیل باب اسفنجی که میتونیم نسب باب اسفنجی رو به طور قطع ثابت کنیم بررسی ژنتیک خانواده اونه ناگفته نمونی که اسفنجهای دریایی به هیچ وجه با اسفنجهای آشپزخونه زرد روشن که اساس طراحی باب رو تشکیل میدن ارتباطی ندارن اون چیزها فقط یه دسته از پلیمرهای پلاستیکی برش خورده و تشکیل شده هستن بنابراین در زندگی واقعی هیچ راهی وجود نداره که دو اسفنج دریایی به این شکل چیزی شبیه باب اسفنجی تولید کنن ولی ما هنوزم میتونیم از اصول ژنتیک استفاده کنیم و اونا رو در قوانینی که در بیکینی باتم وضع شده به کار ببریم تا احتمال پذیرفته شدن باب اسفنجی رو تعیین کنیم برای ورود به اصول تولید مثل اسفنج باید با این سوال شروع کنیم که آیا اسفنج و پدر و مادر دارن پاسخ اینه که بله به نوع اسفنج رو درست مثل گیاهان انسان ها و بسیاری از حیوانات دیگه هستن اونا از طریق جنسی تولید مثل میکنند. اما این به این معنا نیست که شما با تماشای دو حباب قهوه‌ای که در بستر دریا به هم میچسبن تروما پیدا کنید تنها شرط تولید مثل جنسی اینه که فرزندان از ادغام دو سلول تولید مثلی مختلف به نام گامت تشکیل شن یکی از ماده تخمک و یکی از نر اسپرم اسفنج ها در واقع مثل گیاهان تکثیر میکنن گیاهان گردها گامت های نر رو در هوا آزاد میکنن به این امید که فقط روی مادگی گیاه سازگار در نزدیکی فرود اومده و اون رو بارور کنن بنابراین اگه آلرژی فصلی دارید فقط بدونید که چیزی که باعث عطسه شما میشه اسپرم گیاهیه وقتی واقعا اینطور به اون فکر می کنید خیلی ناخوشایند میشه اسفنج دریایی به روشی مشابه عمل میکنن یه اسفنج سلول های اسپرم رو در آب آزاد میکنه که توسط اسفنج دیگه جذب میشه تا تخمک اون بارور شه. اسفنجو اسفنج ها در انواع نر و ماده وجود ندارن هر اسفنج دهیایی توانایی تولید هر دو گامت رو داره بنابراین در حالی که هر اسفنج دارای دو والدینه یه اسفنج مادر و یه اسفنج پدر کاملا ممکنه که یه اسفنج مجرد هم پدر اسفنج های بچه باشه و هم مادر برای بچه اسفنج های دیگه اما با جدیت تموم این فرزند پروری منطف به دلیل نبود اصطلاح بهتر باعث میشه با اسمش باب اسفنجی نقش مادر اپیزود راک بار بیوار رو بپذیره پس آره اسفنجا یک پدر و یک مادر دارن که هر کدوم از نظر ژنتیکی به فرزندان خودشون کمک میکنن بنابراین ما انتظار داریم که دی فرزندان همون صفات والدین خودشون نشون بده تقریبا به همون شکلی که انسان تمایل دارن در مواردی مثل رنگ مو رنگ چشم و شکل صورت به والدین خود شبیهشن اما از نظر ژنتیکی آیا ممکنه اینها این رو تولید کنن خب بیاید مهارت های علوم پایه ششم خودتون رو امتحان کنید بیاید اینجا رو ببینیم میتو خانه قدرت سلوله با سلید مندل پرپات ویژگی متوسط ها تعیین میشن. توالیهایی از DNA که برای صفات خاص کد میکنن و هر جن در انواعی به نام آلل وجود داره. بنابراین برای مثال در جهان بیکینی باتم میشه گفت که ها دارای دو آلل متفاوت برای شکل بدن هستن. یه آلل برای شلوار مشبی بودن و یه آلل برای شلوار گرد بودن. همین ام هم میتونه در مورد رنگ اسفنجی هم ست کنه. یه آلل برای رنگ قهوه‌ای دریایی و آلل دیگه برای رنگ زرد روشن. اما برای توضیح این که چطور دو والدین گرد و قهوه‌ای میتونن فرزندی مربعی و زرد مثل باب اسفنجی داشته باشن باید به قدرت اون آلل ها نگاه کنیم دوباره به کلاس ششم فکر کنید برخی از آلل ها غالب هستن و برخی دیگه مغلوب متاسفانه بسیاری از مثال هایی که در کلاس ششم به شما آموزش داده شد مثل راست دست یا چپ دست بودن یا اینکه میتونید زبان خودتون رو بچرخونید یا نه رد شده اونا الان دروغن اونا دیگه فقط روابط غالب و مغلوب ساده نیستن شما میدونید چه ویژگی انسانی قالب. داشتن 6 انگوش یا سیکسر از گراویتی فاز در رده قالب داکتیلونس قرار داره چند انگوش داری؟ بله شش انگوش بر پنج قالبه ظاهرا این یه چیزه بنابراین بیاید این آلل ها رو به روش قدیمی با استفاده از مربع پانه ترسیم کنیم حروف بزرگ برای صفات قالب و حروف کوچیک برای مغلوب بنابراین با در نظر گرفتن مثال انگوش یعنی که با اف بزرگ و اف بزرگ نشون داده میشه آلل قالب رو از هر دو والدین به ارث برده و شش انگوش رو نشون میده یعنی که با اف کوچیک و اف کوچیک نشون داده میشه آلل مغلوب رو از هر دو والد به ارث برده و فقط پنج انگوش خواهد داشت و یعنی که با اف بزرگ و اف کوچیک نشون داده میشه صفت قالب رو از یکی از والدین و صفت مغلوب رو از والدین دیگه برس برده که همچنان ویژگی قالب شش انگشت رو بیان میکنه اما پتانسیل داشتن بچههایی با پنج انگشت رو داره و اگه همه اینا رو نادیده بگیرید و هنوز متعجب هستید که چجوری شش انگوش قالبه و چجوری تعداد بیشتر از انسانها این همه ارقام اضافی رو ندارن خب من فقط اون رو برای شما میذارم تا در نظرات بحث کنید یا خودتون تحقیق کنید به هر در مورد انسانهای های دست کافیه تنها راه برای والدین گرد و قهوه‌ای باب اسفنجی برای داشتن یه پسر مربع زرد گرد بودن و قهوه‌ای بودن ویژگی‌های قالب اسفنجا در بیکینیه این به اونا اجازه میده تا آلل های مغلوب رو هم برای زردی و هم برای مربع بودن هم کنن اما همچنان چیزی متفاوت رو بیان میکنن بنابراین بیا شعب و رو در یه مربع پانه ترسیم کنیم که آر بزرگ گرد و آر کوچیک مربع با انجام این کار میبینیم که در واقع چهار احتمال در اینجا وجود داره آر بزرگ آر بزرگ آر بزرگ آر کوچیک آر کوچیک آر بزرگ و آر کوچیک آر کوچیک آره بزرگ آره بزرگ و آره بزرگ آره کوچیک آره کوچیک آره بزرگ هر دو به عنوان ویژگی قالب گرد بودن ظاهر میشن به این معنی که باب اسفنجی باید یک آره کوچیک آره کوچیک باشه که تنها یکی از چهار احتماله بنابراین یک در چهار احتمال این اتفاق میفته و این فقط برای مربع بودنمونه باب اسفنجی باید دو آلل مغلوب داشته باشه تا زرد شه این تنها رایه که باب در این سناریو پذیرفته میشه بنابراین قطعا ممکنه اما آیا واقعا این ژیمناستیک ژنتیکی در اینجا اتفاق میفته برای بررسی مجدد باید پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ باب اسفنجی رو ببینیم متاسفانه ما فقط میتونیم به سمت پدرش نگاه کنیم چون نیمی از خانواده مادرش یعنی بابل باتمز در 11 فصل سریال به طور انگیزی نادیده گرفته شدن اما در سمت هارولد ما مادر بزرگ شوامو کعبی رو به عنوان ای اسفنج قهوه‌ای گرد دیگه می‌بینیم که منطقیه و شوامو مکعبی پدر بزرگ رو به عنوان مربع زرد میبینیم مغلوب مغلوب درست مثل نوش بنابراین با اجرای اون در یک مربع پانت یک تقسیم 50 50 برای بچه‌ها دریافت نیمه گرد خواهد بود و دارای هر دو آلل غالب و مغلوبه در حالی که نیم دیگه کاملا مربع مغلوب هستند همچنین نیمی از اون دوباره قهوه‌ای خواهد بود حامل آلل قالب مغلوب و پنجاه درصد دیگه زرد کاملا مغلوب خواهد بود و این دقیقا همون چیزی که ما در شجره نامه میبینیم اموهای بابسمجی دقیقا همون ترکیب رو نشون میدن شرم یه مربع زرد و آبی لکه قهوه‌ای گرده بنابراین به نظر میرسه همه چی در تجزیه و تحلیل ژنتیکی ما مطابقت داره علم نشون که پذیرفته نشده اما یه مشکل آخر در اینجا وجود داره شانس واقعی همین اتفاقات برای والدینی که دو ویژگی غالب مثل هارود و مارگارت رو بیان میکنن داشتن فرزندی که دو ویژگی مغلوب مثل باب اسفنجی رو بروز میده شانس فوق العاده کمه در واقع یک در 16 که خیلی زیاد نیست احتمال میره که هارود و مارگارت والدین باب اسفنجی باشن در حالی که بله قابل قبوله اما در واقع خیلی بعیده که این اتفاق بیفته با این حال وقتی به سراسر سر جهان اسفنجی نگاه کنید آخرین نکته عجیب ژنتیکی به نفع باب اسفنجی وجود داره به نظر میرسه رنگ اسفنجی و شکل اسفنجی با هم به ارث رسیدن با نگاه به درخت خانوادگی باب اسفنجی هرگز یه اسفنج زرد گرد در نمایش نمیبینید هرگز شما همچنین هرگز یه اسفنج قهوه‌ای مربعی نمی‌بینید که قدمت به دوران ماقبل تاریخ با پریمیتیو اسپانج و اسپانجگار برمیگرده چیزی که به من میگه اینه که این صفات از نظر ژنتیکی به هم مرتبط هستن ژن‌هایی که این دو صفت فردی رو دیکته می‌کنن به اندازه کافی روی کروموزوم نزدیک هستن که دریافت یکی اغلب منجر به دریافت دیگری میشه الان یه رشته مطالعاتی کامل به این موضوع به نام نقشه برداری ژنتیکی اختصاص داده شده اما TLDR همه اینا اینه که احتمال داشتن فرزندی مثل باب اسفنجی رو برای هارورد و مارگارت به 25 درصد تر میکنه که مربع پانت نشون داد به این معنی که احتمال اون در حوزه احتمالات قابل باور خیلی بیشتره باب اسفنجی پذیرفته نشده در ابتدای اپیزود به خالق سریال استفن هیلنبرگ برای آوردن تخصص زیستشناسی دریایی به دنیای این نمایش بچههای احمق اعتبار زیادی قائل شدم اما شاید به اون اعتبار کافی ندادم چون در نهایت باب اسفنجی ممکنه هیچ شباهتی به پدر و مادرش نداشته باشه اما این واقعیت تغییر نمیده که وقتی شما واقعا ژنتیک شجره نامه با اسفنجی رو بررسی میکنید همه چی ثابت میمونه همونطور که در نگاه اول این زنجیره غیر محتمل به نظر میرسه علم ژنتیک پایه میگه که دوست ما با اسفنجی یه پیوند ژنتیکی با همه افراد درون به اشتراک میذاره حتی اگه والدین شبیه دو کلوچه باشن خب رفقا ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید اگر از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم تا ویدیوهای بعدی روز و شب خوبی داشته باشید